رئیس جمهور بارها رسیدگی به کشته شدگان نیروهای امنیتی را از وظایف اصلیش گفته است. بر روز شنبه نیز ادامه بی‌توجهی ها به این خانواده ها را غیر قابل قبول می داند. بدبختانه بیروکراسی فعلیتان قطعا مورد قبول من است. چطور میشه که یک سال انوز هم بر فامیل یک شهید وقت میگیره که وثیقه را برابر کنه تا برش کمک برسه؟ نمیداده منلو که دوی قربانی ورکی مک باید ارتبور استیگ. اما نمونه های زیادی از این خانواده ها وجود دارند که با آنان رسیدگی نمی شود. مانند این بانو با کوهی از مشکلات، تنها نانآور خانهش پسرک 9 ساله‌اش است. میگه اینمی وقتی که در دور کرزای شهید شده میگه ایر اشرف غنی بیخی اکلاکی دیگه نمیتیم. میگه این پیسر ما نمیتیم ماشی از دورم. دو بچه 9 ساله دارم میره در کار ترکاری فروشی. یک شب دیگه شب صدر پا میارم صدر پا دما چی شود. 4 پسر و 1 دختر دارد و کودکانش پس از کشته شدن پدر نتوانستند بعد درسشان ادامه بدهند. شوهرش سرباز محافظت عامه پلیس بود. 2 سال و 1 ماه پیش در ولسوالی شیندند ولایت هرات در انفجار یک ماین کنار جاده جان باخت. عریضه هایش همه مرحله های دفتری را سپری کردند و پس از جان باختن زلمه این خانواده تنها 3 ماه تنخوا به دست آورده است و پس از آن این تنخوا هم قطع شد. پولی که پسرک 9 ساله‌اش از فروش سبزی و ترکاری به دست می آورد این خانواده را بسنده نیست و برای حل مشکلاتشان بدهکار شدند. کار خانه کلش به دوش ما است. در ترکاری فروشی روزی 50 پا شاگرد هستم. ما دولت میکنیم که ماش پدر ما. بارها به در مقام های امنیتی خودش را رسانیده است، اما وی میگوید که کسی به مشکلات وی گوش نداده است و کاغذ پرانی ها در وزارت داخله وی را خسته ساخته است. کسی بحثازگر ما نیست که بحثاز ما بکنه دیگه. یعنی میجا 3 دفعه میشه که آمدهیم هیچ چیز به دست ناوردم دیگه. پیسه را قرض کردم میایم و پس میرم امو تو. این زن بارها کودکانش را در ولایت بغلان رها می کند و برای به دست آوردن تنخواه شوهرش به کابل می آید، اما در اینجا این تنخواه را به دست نمی آورد. طبعا سیستم مشکلات خود داره. ما بر اساس هدایت رئیس جمهور باید سیستم ها را کوتاه بکنیم. کاغذ پرانی های غیر ضروری که موجود است او باید از بین بره و به وقت هر ورثه شهدای ما حقوق شهید خود دریافت بکنند. آمارها نشان می‌دهند که ماهانه صدها نیروی دولتی در هنگام وظیفه جان می‌بازند، اما آگاهان می‌پرسند که اگر به مشکلات خانواده‌های نیروهای دولتی رسیدگی نشود، آیا این نیروها علاقه‌ای برای ادامه وظیفه خواهند داشت؟